خانم ها، آقایان سلام. داشتم روایت زندگی دوستان رو که گوش می کردم با خودم می گفتم که خب من الان چی بگم؟ زندگی من نه به اونقدر پر مشقت بوده مثل زندگی بهی، نه اونقدر پر ثروت مثل زندگی آقای شالچی، یا پر از افتخار مثل زندگی آقای افشارزاده. خیلی معمولی تر از این حرف هاست. بعد فکر کردم که خب بذار من صدای آدم های معمولی باشم، چون فکر میکنم که 90% کسانی که اینجا هستند آدم های معمولی هستند که فکر میکنند که باید در زندگیشون یک اتفاق بیفته. چند نفر اینجا فکر میکنند که معمولی هستند؟ خب پس بیاین با هم دیگه هم صدا شیم و من از زندگی معمولیم براتون تعریف بکنم. من روزنامه نگار بودم، نویسنده، سفرنامه نویس، گوینده تلویزیون، کارگردان و مجموعی از این کارهایی که از این دست هستش. بازی‌های کودکی من چند تا چیز بود. یکی کتاب درست می‌کردم قبل از اینکه حتی خوندن و نوشتن یاد بگیرم. یکی تلویزیون بازی بود. یه دوستی داشتم که همسن هم دیگه بودیم، وقتی که دبستان می‌رفتیم تمام تابستون‌های ما به تلویزیون بازی می‌گذشت. اون می‌شد مجری، من می‌شدم بیننده، من می‌شدم مجری، اون می‌شد بیننده. و عاشق تن‌تن بودم. با خواهر برادرام نمایش‌های تن‌تن رو بازی می‌کردیم و من چون از همه کوچیک‌تر بودم و سواد نداشتم، همیشه نقش میلو رو به من می‌دادن و این اولین نقشی بود، اولین در واقع فعالیت هنری بود که من در زندگیم انجام میدادم. همیشه نقش سگ تنتن رو داشتم و هر وقت که نیاز بود میگفتن یه پارس کوچولو بکن که هم منو بازی داده باشن، هم این که، ولی این تنتن تو ذهنم بود، عاشقش بودم به عنوان خبرنگار، به عنوان یک کسی که سفر میره و همه دنیا رو میبینه. سالهای کودکی گذشت، دورانی که مثل دوران زندگی همه شماها بود، مدرسه، فشارها، امتحانها و اینکه زمانی که رسیدم به سال دیپلم، که چه سال سختی هم بود، سال 67 که موشک باران بود و جنگ بود و چه و چه، مثل همه خانواده های ایرانی مادر پدر منم دوست داشتن من دکتر مهندس بشم. مادر پدرهای ما عمدتاً به ما مهارت شاد بودن رو یاد نمیدن، در عین مهربانی که دارن، در عین ایثاری که دارن، ولی بیشتر از ما میخوان که دکتر بشیم، از ما میخوان که مهندس بشیم، ولی کمتر از ما میخوان که خوشبخت بشیم. من هم مثل همه بچه ها تو اون سن و سال رفتم کنکور دادم و رفتم دانشکده پزشکی در 17 سالگی. و خب یه بچه 17 ساله رفتش به یک شهر دیگری که دکتر بشه. 2 سال درس خوندم در رشته علوم آزمایشگاهی و اون موقع باید مثل اون موقع اینجوری بود که وقتی 2 سال میخوندی علوم آزمایشگاهی رو میتونستی یه امتحان بدی و بری در مقطع دکترا. دیگه این وسط مقطع لیسانس و فوق لیسانس و اینا نداشتش. من درسم خوب بود، ولی اونقدر که کلاس‌های آناتومی و فیزیولوژی و اینا رو نمی‌رفتم، به جاش می‌رفتم کلاس‌های دروس عمومی، ادبیات و تاریخ و اینجور چیزها. و درسم که تموم شد، در مقابل یک پرسش مهم قرار گرفتم، اینکه واقعاً من آدم این کارم؟ من میتونم یه پزشک بشم؟ با احترام به همه کسانی که در این حرفه دارن کار میکنن، من آدم این کار نبودم. من آدم میکروسکوپ و بیمارستان و دیدن رنج مردم توی تخت‌های بیمارستانی نبودم و چرا باید به خودم فشار می آوردم و این رنج رو تحمل می کردم؟ من شاید پزشک خوبی می شدم، شاید، ولی حتما پزشک خوشبختی نمی شدم. این رو شک ندارم، حتما نمی شدم، به خاطر اینکه اون کار رو دوست نداشتم. تلاش میکردم براش. ببینید تلاش سخته. یه وقتای خوبه، یه وقتای بده، یه وقتای الهام بخشه، یه وقتای اضطراب آوره. و بدترین تلاش میدونید تلاش برای چیه؟ تلاش برای چیزیه که بهش باور ندارید.
مثل سربازی میمونه که بهش میگن که مقابل مردمت بیست، تلاش میکنه ولی به اون کاری که داره میکنه اعتقادی نداره و من اعتقادی نداشتم به اون کار. همون روزها که در واقع نگرانی این ماجرا و درس خوندن برای دکترا بودم، یه دفعه یک عصر زمستانی سر از موزه هنرهای معاصر تهران در آوردم و در مقابل تابلوها که می ایستادم میگفتم دنیای من اینه، دنیای من چیزیه که از دوره بچگی باهاش سر و کار داشتم. دو سه روزی نگذشت که تصمیمم رو گرفتم که یک نه بزرگ بگم. این اولین نه زندگی من بود که گفتم من نمیخوام پزشک بشم و میخوام دوباره از اول شروع بکنم. دوباره سخت بود کنکور دادن، کنکور هنر دادن برای کسی که هیچ چیزی نمیدونست از اون رشته، ولی به هر حال تصمیمم رو گرفتم و علی‌رغم اینکه 14 ساعت در روز در بیمارستان مجبور بودم کار بکنم، ولی خوشبختانه وقتی که کارنامه‌مو دادن دستم و فکر کردم که واقعا اشتباه شده این رتبه‌ای که به من دادن و اینا، ولی خیلی برام خوشحال کننده بود. تون صحبت میکنم، ببخشید، و باز هم معذرت میخوام که دارم از خودم هی فکت میارم، چون قرار بوده که اینجا بیام درباره زندگی معمولی خودم صحبت بکنم. رفتن به دانشگاه سینما برای من یک پرواز بود. روی با ابرها پرواز میکردم. میشه، یعنی واقعا میشه من وارد این عرصه بشم؟ همزمان در یک مجله سینمایی مشغول به کار شدم. اعتراف میکنم رفتم اونجا و کار کردم برای اینکه بخوام آدم‌هایی رو پیدا بکنم که بعدتر که درس سینمام تموم شد منو وارد عرصه سینما بکنن. اما هر چقدر که پیشتر می‌رفتم جادوی روزنامه‌نگاری منو درگیرتر می‌کرد. فکر کردم که من روزنامه‌نگارترم تا سینماگرتر. و زمانی که درسم تموم شد باز در مقابل یک نه قرار گرفتم، یک نه بزرگ، که آیا من باید کدوم حرفه رو ادامه بدم؟ درس، یعنی حرفه‌ای که درسشو خوندم، سینما، یا حرفه‌ای که چند سال توش کار کردم و علاقه‌مند بودم بهش؟ شما بودین کدومش رو انتخاب می‌کردین؟ من دومی رو انتخاب کردم، با وجود اینکه نگفتن بهش سخت بود. 4 سال تلاش کرده بودم، کلی تلاش کرده بودم که تو اون رشته قبول بشم و خیلی سخت بود دیگه که اینو بخوای شما انتخاب بکنی. ولی من دوباره یک نگفتم و هیچ وقتم از اون نم پشیمون نشدم. بعدتر همین روزنامه نگاری باعث شد که من وارد عرصه رادیو بشم، وارد عرصه تلویزیون بشم و کارهای مختلفی بکنم که امروز به هر حال منو تبدیل به یک آدمی کرده که شما بهش لطف دارین، شما کاراشو میخونین، شما کاراشو تماشا میکنید و وقتی که میاد اینجا این بالا براش دست میزنید و این برای یک آدم واقعا یک آرزوی بزرگه. من الان دارم در رویاهای دوره کودکیم زندگی میکنم. رویای کودکی من کتاب نوشتن بود، رویای کودکی من در تلویزیون برنامه اجرا کردن بود، نمیدونم روزنامه نگاری بود. برای همینه که قدرشو میدونم، قدر موقعیتی که به دستش آوردم. من مطمئنم که به دست آوردن چنین موقعیت‌های مشابهی در حرفه‌های دیگه برای شماها کار سختی نیستش. اما چون من چند نقطه عطف در زندگیم دارم که ازم خواستن که درباره اینها هم صحبت بکنم، مجبورم بخشی از گفته‌هام رو معطوف بکنم به اون. یک مسئله سفره. این که من چطور شد که تبدیل به یک مسافر دائم شدم. یه زمانی سفر بخشی از زندگی من بود، ولی الان زندگی بخشی از سفرهای من شده. یعنی واقعا من در طول سال مرتب در سفرم، با همه سختی هایی که داره، چون سفر از دور برای شماها جذابه، میگه آقا طرف توی سفر میره و عشق میکنه و نمیدونم لذت میبره، ولی خب سفر دشواری های خودش رو داره. بارها در سفر با خطرهای مواجه شدم، بارها دچار بیماری های پوستی عجیب و غریب شدم، ولی خب معمولا کسی از این بخش سفر یا صحبت نمیکنه یا خبر نداره. سال 1378 بود وقتی که من یه روزنامه‌نگار ساده بودم و دانشجو همزمان با یک حقوق خیلی اندکی. یکی از دوستای من اومد یه روز دفتر مجله و گفت که میای بریم ترکیه؟ گفتم ترکیه؟ ما اصلا در شرایط مالی نیستیم که این کار رو بکنیم.
گفتش که نه بیا بریم. نشست و محاسبه کردن. ببینید سفر برای ما تو اون سالها به ویژه، حالا باز یک کمی اوضاع بهتر شده، خیلی چیز تجملاتی و به قول شما جوونا لاکچری بودش. همه کارامونو باید میکردیم تا بعد میتونستیم یه سفر بریم، در صورت که در جهان سفر یک ضرورت بیشتر، یعنی بچه‌ها وقتی که به یک سنی میرسن مادر پدرها یا جامعه مدرسه شرایطی رو فراهم میکنن که برن سفر و برن دنیا رو ببینن، به خاطر اینکه آدمی که دنیا رو میبینه با آدمی که دنیا رو نمیبینه واقعا رفتارش به نظر من فرق میکنه. اینو من در جهان دیدم، آدم‌هایی رو که این کارو کردن یا نکردن. خلاصه فرشید دوست من روی کاغذ محاسباتی کرد، گفتش که میتونیم این کارو بکنیم، این کارو بکنیم، این کارو بکنیم، و بعد من دیدم که خیلی دور از ذهن نیست رفتن به اولین سفر زندگی. یک هفته بعد ما در ترمینال اتوبوس بودیم در تهران و یک بلیط دستمون بود به مقصد استانبول. یه خورده قصه هم بذارین این وسط براتون تعریف بکنم که من در یک جایی کار میکردم که یک مدیر خیلی خیلی بد اخلاقی داشت و همیشه ما با ترس و لرز میرفتیم اتاق این. خب من باید به ایشون میگفتم که یه هفته ده روزی نیستم و دارم میرم استانبول و اینها. روز آخری که رفتم باش خداحافظی بکنم و دیگه اجازه نهایی رو بگیرم، با همون اخم و تخم در کشش رو کشید بیرون و $100 به من داد. $100 برای من اون سال خیلی بود. کل بودجه سفر من که مثلا پولامو جمع کرده بودم، یه کوچولو قرض گرفتم و اینا، مثلا میشد $250 برای همه اون روزا. بعد دفعه $100 تزریق شدن به این بودجه خیلی عدد عجیب و غریبی بود. گفتم نه من نمیتونم اینو قبول بکنم. اینا گفت نه این پیش تو باشه، مال تو، ولی یه قول بده به من. گفتم چه قولی؟ گفتش که قول بده اگه خودت یه روزی مدیر یه جایی شدی و یکی از جوونایی که باهات کار میکنه خواست بره سفر، تو $100 بهش بدی. من این قولو بهش دادم و تا امروزم سر قولم موندم. یعنی هر وقت که یکی از کارمندای من خواستش بره سفر، اولین سفرش رو به خارج از ایران، من $100 بهش دادم. و بعضی وقتها یه آدمهایی هستن که یه کارهای کوچولویی میکنن برات که مطمئنم شما هم داشتین، آدم هایی که یه دفعه یک تاش کوچیک زدن رو ذهن شما و شما رو تبدیل به یک آدم دیگه کردن. این خورده قصه رو گفتم که کمی حوصله‌تون از پرحرفی های من سر نره. اون سفر اولین سفر من شد به خارج از ایران و یه جوری تابوی سفر رو برای من شکست. فکر کردم که نه میشه رفت سفر و بعد هی این سفرها اونقدر ادامه پیدا کرد تا زمانی که من در یک مجله کار میکردم یک سفری رفته بودم به تایلند. اومده بودم و داشتم برای دوستان تعریف میکردم. اون موقع تایلند رو کسی نمیشناخت، هنوزم اینقدر بدنام نبودش که حالا مثلا بگیم آره ما رفتیم مناظر طبیعی رو فقط دیدیم و خدا کاری نکردیم. آره اومدم و ماجرای سفرمو داشتم برای یکی از دوستای روزنامه‌نگارم تعریف می‌کردم. گفتش که خب اینو بنویس. گفتم به چه درد کسی می‌خوره؟ گفت نه بنویس جد. و من نوشتم و این شد اولین گزارشی که من راجع به یکی از سفرهام نوشتم. و بعد چون مرتب سفر می‌رفتم، خواننده‌های مجله‌ای که من توش کار می‌کردم منتظر بودن که هر از چند گاهی من یه سفری برم و یه گزارشی بنویسم. اینا که تعدادی شده که از همکارای من اصرار کرد، گفتش که اینا چرا تبدیل به یک کتاب نمی‌کنی؟ گفتم ول کن با به درد کی می‌خوره این گزارش. گفت نه اینا جذاب و اینا کتابش کن. اینقدر اصرار کرد که واقعا اعتراف می‌کنم اینجا جلوی شما که من کتاب اولم رو درآوردم برای اینکه از شر اون راحت بشم و اینقدر هر روز از من نخواد که کتابو در بیارم، ولی کتاب چنان موفق شد که این تبدیل شد به یک رویه و الان دیگه سفرنامه های من دیگه داره میرسه به 10 تا کتاب که بالاخره 10 تا کتاب در این شرایط. متشکرم.
در این شرایط نشر کتاب 10 تا کتاب بتونی پوستت انقدر کلوف باشه که در بیاری، خب اتفاق خوبیه. سفر منو تبدیل به یک آدم دیگه کرد. سفر منو از یک آدم که دنیاش دنیای کوچیکی بود تبدیل کرد به یک آدمی که اهل مدارا شد، تبدیل کرد به یک آدمی که میتونه آدمهای دیگر رو بپذیره، تبدیلم کرد به آدمی که سعی میکنه کینه نداشته باشه، سعی میکنه حسادت نکنه، سعی میکنه همه آدم ها رو توی دنیاش با هر اعتقاد و گرایش و نگرشی بپذیره. و این نه تنها درباره من اتفاق افتاده، درباره کسانی که سفر زیاد میرند اتفاق میفته. بگذارید درباره یک برش دیگر از زندگیم هم صحبت بکنم، یک نقطه عطف دیگری در زندگیم که به هر حال فعالیت‌های تلویزیونیم هستش و به ویژه یک برنامه‌ای که بسیاری از شما هنوز خاطرش رو تو ذهنتون دارید، برنامه رادیو هفت که مرسی متشکرم. یک سال تابستون در تهران خیلی هوا گرم بود و خیلی احساس میکردم که همه عصبانی هست، هیچکی به هیچکی لبخند نمیزد، گرچه الان هم هنوز خیلی کسی به کسی لبخند نمیزنه. و من میدیدم که آدم ها در یک مسیری از گرما و عصبانیت روزشون رو طی میکنن و شب میرن خونه و قراره که استراحت بکنن. و مثل همه جای دیگر دنیا، حالا باز اون روزها انقدر اینترنت باب نشده بود، مثل همه جای دیگر دنیا بزرگترین ابزار سرگرمیشون تلویزیون بود. در جاهای دیگه دنیا مردم هر شب تئاتر و سینما و بار و کلاب و اینا نمیرن دیگه، حالا چی بشه که برن، همه میشنن پای تلویزیون. من فهم کردم تلویزیون ما چی میده بهشون؟ تلویزیون ما سریال میده بهشون. و سریال های ما موضوعش چیه؟ یا طلاقه یا کلاهبرداریه یا اختلافه یا اون داره سر اون داد میزنه یا... و فهم کردم که آدمی که اینو از صبح این مسیر رو طی کرده و آخر شب این رو داره میبینه با چه ناخودآگاهی میخوابه؟ من تصمیم گرفتم یک برنامه‌ای بسازم که اون برنامه در آخر شب‌ها مردم رو ریست کنه، مردم پای اون برنامه خوابشون ببره، موزیک خوب گوش بدن، شعر خوب بشنون. و همین ایده تبدیل شد به برنامه رادیو هفت که خب سالها روی آنتن بود با در واقع اوج و فرودهایی که براش به وجود می آوردن، تا جایی که دیگه دیدیم که واقعا امکان ساختش وجود نداره. در سالهایی که رادیو هفت پخش می شد ما کامنت های خیلی زیادی داشتیم از آدم هایی در جاهای مختلف دنیا و در جاهای مختلف ایران، آدم هایی که اگر من اسمشون رو به شما بگم شما حتما تعجب می کنید که مگه میشه این آدم این برنامه رو ببینه، از جاهایی که اگر اسم اون جاها رو به شما بگم که در اون جاها هر مردم شبا می شستن برنامه رو ببینن تعجب می کنید که مگه میشه، با گرایش‌های مختلف فکری، مذهبی، ایدئولوژیک مختلف از ایران و جهان. و بعد من با خودم فکر می‌کردم که وحدت ملی، چیزی که راجبش زیاد صحبت میشه، فقط سرود ای ایران بنان نیست، فقط پرچم ایران نیست. وحدت ملی یعنی این که تو درباره مفاهیمی صحبت بکنی که اون مفاهیم رو همه ما با هر نگرش و گرایشی سرش متفق القولیم و بهش اعتقاد داریم و هیچ وقت نمیتونیم کتمانش بکنیم. گفتن از این مفاهیم جاش در رسانه‌های ما متاسفانه خالیه و همین باعث شده که وقتهای یک انشقاق‌هایی بین مردم پیش بیاد. من خیلی دارم پرحرفی میکنم، ببخشید. من صحبت‌هام رو اجازه بدید که جمع‌بندی بکنم با همون تایتلی که در واقع قرار بود راجع بهش صحبت بکنیم، درباره نگفتن. خیلی وقت‌ها ما با کارهایی که نکردیم سنجیده میشیم، نه با کارهایی که کردیم. در همین تلویزیون بارها و بارها به من برنامه‌های پیشنهاد شد که خیلی وسوسه برانگیز بود ولی نگفتم بهش. خواسته شد طرف‌هایی بزنم که نگفتم و خب به هر حال هزینه‌هایی بابتش پرداختم. این نگفتن‌ها خیلی ساده هم نیست، به هر حال شما باید بابتش هزینه بپردازید. ولی ناراضی نیستم. نپذیرفتن‌ها گاهی وقت‌ها بهتره تا پذیرفتن‌ها. سخته نگفتن، سخته. همیشه آدم برای فرار از نگفتن دنبال یک بهانه‌ای می‌گرده که نبگه.
نه گفتن سخت چه در کار چه در پول و چه در عشق که تو این آخری از همه سخت داره. مرسی.